اعضای حکومت افغانستان که چند روز قبل به رهبری رئیس جمهور کرزی به واشنگتن سفر کرده بودند امروز در یک در مورد دستاوردهای سفرشان توضیحات ارائه کردند بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان گفت در سفر به واشنگتن مقامات امریکا تعهد نمودند که کمک‌های 4.1 میلیارد دلاری که در سفر شیکاگو که در کنفرانس شیکاگو برای تمویل نیروهای افغان وعده شده بود از طریق بودجه افغانستان به مصرف خواهد رسید و افزود که نیروهای خاص افغانستان بیشتر تقویت گردیده و نیروهای افغان با تیاره ها وسایل پیشرفته استخباراتی و تجهیزات سقیله مجهز خواهند شد به خاطر افز و بقای نیروهای امنیتی افغانستان در کنفرانس شیکاگو 4.1 میلیارد دلار که از جمله 500 میلیون یورا دولت افغانستان میپردازه با قیار ناتو او به حفظ و بقای نیروهای امنیتی افغانستان به ما بعد 2014 است فیصله به همین شد که را باید از طریق دولت افغانستان مصرف بکنند در گذشته بحثایی بود که شاید ما ظرفیت چه نداشته باشیم در مسئله حساب و اینایش تشویش داشتند و ما اونها حق نظارت دارند چون پول خود میدن ولی قطعا باید از طریق وزارت مالی ما و از طریق دولت افغانستان باید مصرف شوی پول ما بعد 2014 که به این هم توافق صورت گرفت از سوی دیگر معصوم ستانکزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان گفت در نتیجه سفر به واشنگتن تمام موانعی که بر سر راه صلح قرار داشت از بین رفته و برای طالبان آدرس مشخص که دفتر قطر می باشد تعیین گردیده که طرف مذاکره با آنها دولت افغانستان خواهد بود دا ش ريترو برابر سره وی دي چې هرڅه کولای شي چې د خبرو لپاره روسی مسؤلیت ولري او خبره وکړي خو دا, دا, دا مسؤلیت غوښتنه هم درس د د سورې د خبرو پوځي باندې بي انتهاري رونلېږي یعنی دا د د د څه نه د څه ټول مسؤلیت واخوا واخلي د افغانستان خلک به خپل هم په دې مبارک قضاوت وکړي چې دا دیموکه هم ملي او هم ديني واجباته چې د افغانستان خلکو ته متعهد یو نو دا را لره ده در این نشست حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان نیز حضور داشت که از تطبیق پروژه های انکشافی آینده به دست حکومت افغانستان خبر داد. در نیم مای آینده 825 میلیون دلار به بودجه ما انتقال بدن. باز در حال هست که هر ساله مجموعه کمک های ایالات متحده امریکا از طریق بودجه ملی در حدود 150 100 تا 150 میلیون دلار بود. 825 میلیون دلار جمع کمک که فعل حال کرده ایران بالا میرساند تقریبا به حدود یک میلیارد دلار در سال جاری مالی 2013 و یا بگویم که سال مالی 1392 برای ما افزایش قابل ملاحظه است با گفته آقای زاخلوال پروژه های سالنگ، جاده های ولایات مرکزی، خط آهن، تولید برق شبرغان و رشد پوانتون های کشور, کشور پروژه است که تمویل آن به دوش امریکا و تطبیق آن به دوش حکومت افغانستان خواهد بود.